qui sont en faveur du projet de résolution publié sous la cote S-2024-37 lèvent la main. و با 11 رأی موافق در برابر 4 رأی ممتنع از جمله از سوی روسیه و جمهوری خلق چین، شورای امنیت ملل متحد قطعنامه ارائه شده از سوی ایالات متحده و ژاپن که اقدامات حوثی‌های یمن را قویاً محکوم می‌کرد و از آنها می‌خواست فوراً حملاتشان را به کشتی‌ها در دریای سرخ و آب‌های مجاور متوقف کنند به تصویب رسید. سفیر آمریکا پیش از رأی‌گیری به فهرست ارسالی تجهیزات نظامی از سوی ایران به حوثی‌ها پرداخت و آن را ناقض قطعنامه 2216 عنوان کرد. Now even as we continue to demand that the Houthis اکنون حتی در حالی که همچنان از حوثی‌ها می‌خواهیم این حملات را متوقف کنند، نباید از این واقعیت غافل شویم که ایران مدت هاست به توانمندسازی حوثی‌ها کمک کرده است. بدون حمایت ایران حوثی‌ها نمی‌توانستند کشتی‌های تجاری را که در مسیرهای کشتیرانی از طریق دریای سرخ و خلیج عدن حرکت می‌کنند به طور مؤثر ردیابی و به آنها حمله کنند، به ویژه اینکه ایران سامانه‌های تسلیحاتی پیشرفته از جمله سامانه‌های هوایی بدون سرنشین، موشک‌های کروز و موشک‌های بالستیک زمین به زمین مورد استفاده در حملات علیه کشتی‌های دایی را به حوثی‌ها منتقل کرده است. اجازه دهید در اینجا 100% واضح بگویم ارائه تسلیحات و تجهیزات مربوط به آن از هر نوع برای حوثی‌ها ناقض قطعنامه 2216 است و تصویب این قطعنامه امروز مجدداً تأکید می‌کند که همه کشورهای عضو سازمان ملل از جمله ایران باید به تعهدات خود پایبند باشند. قطعنامه 2616 که بیش از 8 سال پیش تصویب شده، علاوه بر اعمال تحریم‌ها علیه افرادی که ثبات یمن را تضعیف می‌کنند، از همه طرف‌های یمنی به ویژه حوثی‌ها می‌خواهد به خشونت پایان دهند و از تمامی مناطقی که در جریان درگیری‌های اخیر تصرف کردند، عقب نشینی کنند، سلاح‌هایشان را کنار بگذارند و قطعنامه‌های قبلی شورای امنیت را به طور کامل اجرا کنند. در این جلسه سفیر بریتانیا که همراه آمریکا سه‌شنبه یکی از پیچیده‌ترین حملات موشکی و پهپادی حوثی‌ها را در تحقق اهدافشان ناکام گذارد، در جلسه شورای امنیت گفت که لندن از برداشتن گام‌های دیگر در شکست دستیابی حوثی‌ها به اهدافشان مصمم است. در صورت لزوم و همانطور که قبلا توسط وزیر دفاع بریتانیا اعلام شد، ما در به عمل آوردن اقدامات بیشتر برای جلوگیری از تحقق تهدیدات علیه آزادی کشتیرانی در دریای سرخ تردید نخواهیم کرد. بریتانیا متعهد به تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ است. چهارشنبه گرانت شپس وزیر دفاع بریتانیا گفت که متاسفانه نه تهران و نه حوثی‌ها به هشدارهای جهانی در عدم ایجاد اخلال در کشتیرانی دریای سرخ گوش نداده و اگر تهران تمکین نکند با عواقب این سرپیچی مواجه می‌شود. او توضیحی درباره این عواقب نداد. محمد علی الحوثی رئیس کمیته عالی انقلابی این گروه اسلامگرای یمنی با این حال گفت که قطعنامه سازمان ملل یک بازی سیاسی است و این ایالات متحده است که ناقض قوانین بین‌المللی است و یکی از مذاکره کنندگان ارشد حوثی‌های یمن پنجشنبه گفت حملات این گروه به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ مذاکرات صلح این گروه با عربستان سعودی را تهدید نمی‌کند و جنگ اسرائیل در غزه را عامل کشاندن خاورمیانه به درگیری‌های منطقه‌ای گسترده عنوان کرد. فرهاد پولادی، صدای آمریکا.